استمرار قیظ و کین افسار گسیخته رژیم آخوندی پس از کنفرانس بین المللی پاریس. پاسدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم. امروز مجاهدین خلق اقدامات بسیار تلختر و پرهزینه تری را علیه نظام انجام می دهند. شمخانی گفتند که دشمنان با طرح شعارهای فریبنده و البته توخالی به دنبال گسست و تفرقه در جامعه هستند. گفتند اصلی ترین راهبرد فعلی دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامیه و ایجاد یأس در مردم. امروز متاسفانه منافقین خلق که رکورد 17000 کشته قسمت عمدش مال اوناست با کار اطلاعاتی علیه دروغ سازی و دروغ پردازی نسبت به توان راهبردی جمهوری اسلامی و ملت ایران اقدامات بسیار تلختر و پرهزینه تری علیه مردم ایران انجام میدن. حتی کسانی که با انقلاب اسلامی موضع دارن، با جمهوری اسلامی ایران موضع دارن، اما دشمن اصلی و مخالف خودشون رو منافقین میدونن. لذا گذاشتن کنفرانس توی فرانسه و بعضی از اقدامات رسانه‌ای هرگز نمیتونه آلودگی تو هم با وابستگی منافقین رو از تاریخ منافقین حذف کنه. کیهان خامنه‌ای در روزهای گذشته دولت پاریس در اقدامی که نشان از سیاست‌های دوگانه فرانسه دارد مجوز برگزاری نشست مجاهدین را در این کشور صادر کرد. کشورهای اروپایی عضو 5 به علاوه 1 بارها به توان موشکی و قدرت منطقه‌ای نظام حمله کرده و تأکید کردند که باید موارد مذکور به برجام اضافه شود. کیهان خامنه‌ای روز 28 آذر 96 نوشت تنش‌ها میان نظام و فرانسه اخیراً افزایش یافته است و لودریان نیز نظام را به دنبال کردن وسوسه‌های هژمونیک در منطقه متهم کرده است. وزیر خارجه فرانسه مدعی شد ما کاملاً مصمم هستیم تا بسیار و به شدت به نظام ایران اعمال فشار کنیم تا توسعه قابلیت بسیار چشمگیر بالستیک خود را متوقف کند. در روزهای گذشته دولت پاریس در اقدامی که نشان از سیاست‌های دوگانه فرانسه دارد مجوز برگزاری نشست مجاهدین را در این کشور صادر کرد. پیش از این فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در تهران در مصاحبه با یک روزنامه زنجیره‌ای در اظهار نظری گستاخانه گفته بود سازمان مجاهدین هر سال در حومه پاریس گرد همایی دارد و قوانین فرانسه مدافع حق آزادی تظاهرات و بیان است و مادامی که در این گرد همایی عملی غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی اتفاق نیفتاده مقامات فرانسوی اجازه ممنوع کردن آن را ندارند. کیهان خامنه‌ای تحت عنوان توهم شکاف میان اروپا و آمریکا افسود بررسی رفتار کشورهای اروپایی در قبال نقض عهد آمریکا در برجام و تلاش دولت مردان این کشورها برای افزایش فشارها بر روی نظام در زمینه‌های دیگر خبر از همنوایی آنها با آمریکا می‌دهد. در ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی عضو 5 به علاوه 1 بارها با لحنی گستاخانه به توان موشکی و قدرت منطقه‌ای نظام حمله کرده و تأکید کردند که باید موارد مذکور به برجام اضافه شود.